سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه 12 ماه قوس سال 1399 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. تایید نهایی شدن کارشیوه مذاکرات صلح از سوی هیئت‌های مذاکره کننده. ما این مذاکرات را بهترین گزینه برای دستیابی به یک توافق قابل قبول می‌دانیم. احتمال برگزاری نخستین نشست شورای عالی مصالحه ملی به روز شنبه هفته آینده. با سرعت سرش کار میکنند، بسیار زحمت میکشند. دکتر صاحب امید است که روز شنبه اینا جلسه خواهد داشته باشند. بخیر دکتر صاحب، چه گفت ششتی؟ رای تایید به 3 نامزد وزیر و رد 3 عضو دیگر کابینه سوی مجلس نمایندگان. جلالت نواب محترم رئیس جمهور اسلامی افغانستان، تقاضا دارم برای بقیه اعضای کابینه افراد واجد شرایط را به سری وقت معرفی نمایند. توقف پرداخت 200 میلیون دلار کمک بانک جهانی به افغانستان. و آغاز استفاده از واکسین ضد ویروس کرونا در بریتانیا تا یک هفته دیگر. و شروع خبرها. سرانجام کارشیوه آغاز مذاکرات صلح به شمول مقدمه آن نهایی اعلام شد. هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان تایید کردند که کارشیوه مذاکرات صلح نهایی شده و هر دو طرف کار را روی آجندای مذاکرات آغاز می‌کنند. شورای عالی مصالحه ملی از این کار استقبال کرده. در همین حال زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، نیز با استقبال از نهایی شدن کارشیوه مذاکرات صلح میگوید که دو طرف این مذاکرات به نقطه عطف رسیدند. آقای خلیلزاد میابزاید که اکنون آمریکا با همه طرف ها برای کاهش جدی خشونت ها و حتی یک آتش بس سخت کار خواهد کرد. شریف امیری در این باره گزارش آماده ساخته. 80 روز پس از گشایش مذاکرات صلح افغانستان در دوحه، سرانجام ناوقت امروز هر دو هیئت کارشیوه آغاز مذاکرات را به شمول مقدمه آن نهایی اعلام کردند. هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان میگویند که اکنون کار را درباره آجندای مذاکرات آغاز میکنند. زلمه خلیلزاد، فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، رسیدن هر دو طرف را به یک توافق برای آغاز مذاکرات صلح استقبال میکند و میگوید که توافق نامه 3 صفحه‌ای نقشه راه و آتش بس جامعی را تدوین خواهد کرد. با وجود کاهش نیافتن خشونت ها ما به ادامه مذاکرات متعهد هستیم. ما این مذاکرات را بهترین گزینه برای دستیابی به یک توافق قابل قبول می دانیم. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان می گوید که اکنون با تمامی طرف ها کار می کند تا خشونت ها به گونه جدی کاهش یابند و حتی در جریان مذاکرات یک آتش بس تامین شود. قاعدتاً پروسه صلح در افغانستان نیاز به زمان کافی، به نیاز به توانایی‌های رایزنی کافی از همه طرفین داره تا بتونه به نتیجه برسه. اما برخی از سیاستگران کشور حکومت را به انحصارگرایی در روند صلح افغانستان متهم می‌سازند. دولت یک سیاست تجرید و سیاست حذف پیش گرفته. این قابل قبول نیست برای ما. شما سیاست انحصار کردین، نتیجه شو ببینین. صلح را انحصار نکنین که جنگا شدیدتر میشن. در حالی که طالبان هفته گذشته کارشیوه مذاکرات را نهایی اعلام کردند، اما حکومت افغانستان بر توضیحات بیشتر در متن مقدمه این کارشیوه تاکید داشت. هرچند جزئیات تازه متن مقدمه کارشیوه آغاز مذاکرات صلح روشن نیستند، اما پیش از این توافقنامه صلح آمریکا با طالبان، خواست مردم، فیصله های سازمان ملل متحد درباره افغانستان و خواست های هیئت های دو طرف اساس مذاکرات صلح دانسته شدند. از سوی دیگر، وزیران خارجه ناتو ادامه ماموریت این پیمان را در افغانستان
تایید کردند. دبیر کل ناتو در پایان نشست وزیران خارجه این پیمان میگوید که مأموریت ناتو در افغانستان تا 3 ماه دیگر همین گونه ادامه خواهد یافت. اما وزیران دفاع این پیمان در ماه فوریه سال 2021 میلادی تصمیم خواهند گرفت که آیا شرایط برای کاهش سربازان این پیمان در افغانستان فراهم است یا نه. از سوی دیگر وزیر خارجه آلمان هشدار می‌دهد که خروج شتاب زده سربازان خارجی از افغانستان نباید روند صلح این کشور را به خطر بیاندازد. در این باره هم شریف امیری گزارش دارد. وزیران خارجه ناتو در یک نشست مجازی در کنار مسائل دیگر جهانی مأموریت این پیمان را در افغانستان نیز بررسی کردند. دبیر کل ناتو میگوید که در اوایل سال آینده میلادی این پیمان با تصمیم سخت درباره افغانستان روبرو خواهد بود. خیلی زود است که بگوییم آیا این گفتگوها پیروز می شوند یا نه، اما تنها راه ادامه همین گفتگوها هستند. تنها همین گفتگوها امکان واقعی و فرصت برای حل و فصل سیاسی بحران در افغانستان را فراهم می کنند. بنابراین ما باید سال آینده ارزیابی کنیم که آیا اوضاع یا شرایط موجود برای کاهش بیشتر و در نهایت ترک افغانستان فراهم است یا اینکه در این کشور بمانیم. در حالی که واشنگتن شمار نیروهایش را به زودی از 5000 به 2500 تن کاهش خواهد داد، اما ناتو تا اکنون درباره کاهش 7000 نیروش در این کشور تصمیم نگرفته است. در حالی که ایالات متحده تصمیم گرفته است شمار نیروهایش را به 2500 تن کاهش دهد، اما ماموریت آموزشی ناتو همچنان ادامه دارد و اکنون بیش از نیمی از نیروهای ما غیر آمریکایی هستند. وزیران خارجه اظهار داشتند که همه همپیمانان ناتو همچنان به این ماموریت پابند هستند. اما آلمان که پس از آمریکا بزرگترین کمک کننده از رهگذر نظامی به ماموریت حمایت قاطع در افغانستان است، مخالف هر گونه کاهش در شمار این نیروها پیش از پیروزی مذاکرات صلح افغانستان است. روند سال در افغانستان با خروج زودنگام نباید به خطر بیفتد. به همین دلیل ما اعلامیه های ایالات متحده را در هفته های گذشته با احتیاط در نظر گرفتیم، زیرا نمی دانستیم چه عواقب درباره طالبان خواهد داشت. از نظر سیاست امنیتی برای ما امنیت فراوان دارد تا از سال محافظت کنیم. به همین دلیل است که ما به حضور نظامی جهانی در افغانستان نیاز داریم. بر بنیاد توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان، روند بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور باید تا اول ماه می سال 2021 میلادی به پایان برسد. منابع در شورای عالی مصالحه ملی میگویند که نامهای سید اسحاق گیلانی، فرخنده زهرا نادری و شهزاده شاهد در فهرست 45 نفری اعضای رهبری این شورا افزوده شده و قرار است نخستین نشست رهبری این شورا به روز شنبه هفته آینده در ارگ برگزار شود. به گفته این منابع، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با رهبران سیاسی که اعضای رهبری این شورا هستند سرگرم رایزنی ها درباره نشست روز شنبه و آجنده های بعدی است. انیسا شهید گزارش می‌دهد. منابع در شورای عالی مصالحه ملی می‌گویند که نام‌های سید اسحاق گیلانی، فرخنده زهرا نادری و شهزاده شاهد بر فهرست اعضای شورای عالی مصالحه ملی که در فرمان از سوی رئیس جمهور غنی اعلام شده بود افزوده شدند. و گفته این منابع احتمال دارد نام‌های رحمت الله نبیل، احمد مسعود و احمد ولی مسعود نیز در این فهرست افزوده شوند. با سرعت سرش کار می‌کنند، بسیار زحمت می‌کشد دکتر صاحب. امید است روز شنبه اینا جلسه خود داشته باشند. خبر داریم که نشسته کردن با شمول جناب استاد سیف صاحب، با شمول جناب کرزی صاحب و از تلویزیون ها و رسانه ها دیدیم، اما توافق تانور پت مانده، کسی خبر نداره که چه گفت از بین ازیا. در حالی که 6 ماه پس از امضای توافقنامه سیاسی شورای عالی مصالحه ملی تاکنون ایجاد نشده است، اما سفرهای عبدالله عبدالله پیش از تشکیل این شورا با انتقادهای روبروست. در این جمع آلیم تشریفات زیاد خوش داره. ایران بره و پاکستان بره و ترکیه و ازبکستان بره و اما چیزی که اصلی موضوع بود صلح بود برای ملت افغانستان و اینا تعهدم گرفته بود از دکتر صاحب اشرف غنی.
بر بنیاد گزارش ها سفرهای عبدالله عبدالله با گروه همراهش به کشورهای ترکیه، ایران و ازبکستان، هند و پاکستان بوده است و خرچ هر پروازی که به گونه چارتر کرایه شده بودند 40 تا 50 هزار دلار تخمین زده شده است. به خاطر مصارف عاجل شورای عالی مصالحه و رئیس شورای عالی مصالحه در ابتدا ما 10 میلیون افغانی را به اداره امور جمهوری اسلامی افغانستان فرستادیم، بعد از او هم در بودجه بررسی وسط سال در حدود 40 میلیون دیگر مد نظر گرفتیم. برخی از آگاهان امور سیاسی میگویند که هرگاه شورای عالی مصالحه ملی برای بسیج تلاش‌های صلح وجود می‌داشت، احتمال ایجاد بن‌بست کنونی در مذاکرات دوحه کمتر دیده می‌شد. اعضای مجلس نمایندگان در فرجامین روز روند رای‌دهی و اعضای کابینه حکومت به 3 نامزد رای اعتماد دادند و 3 نامزد دیگر را رد کردند. نامزد وزیران صحت عامه، اقتصاد و امور سرحدات و قبایل توانستند رای اعتماد مجلس نمایندگان را به دست بیاورند، اما نامزد وزیران انکشاف دهات و معارف و نیز نامزد ریاست بانک مرکزی برای رسیدن به این کرسی ها رأی لازم را به دست نیاوردند. از میان 25 عضو کابینه حکومت تازه 20 تن از سوی مجلس نمایندگان تایید شدند و 4 تن دیگر رد. اما سرنوشت نامزد وزیر امور زنان به علت جنجالی شدن آرای او در روزهای آینده روشن خواهد شد. مسعود انصار گزارش می دهد. بخی دکتر صاحب چه گپی ششتی؟ نشست امروز مجلس نمایندگان برای گذاشتن صندوق رای‌دهی به 6 عضو حکومت با جنجال‌ها و اتهام‌های فساد در برابر شماری از اعضای مجلس آغاز گردید. حیات اداری من نام نمیگیرم، وکلا که میایه برشان گفته میشه که رای تانو به من نشان بتین. شیوه رای‌گیری فقط در بازارهای صرافی و در سر چوک و در پل باغومی به همین شکل بیروبار بوده. ساعت پیش از رای‌دهی امروز مجلس، رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی در صفحه فیسبوکش نوشت که یکی از اعضای هیئت اداری برای برنده شدن اجمل احمدی به بانک مرکزی پول توزیع میکند. بیش از این مردم و پارلمان مسخره نکنین در ولی جرگه. هیچ کدامشان شرایطش ندارن، بر اساس پول و معامله اینجا رای میگیرن. جدا نی باید به ثبوت برسانه که کدام وکیل رای گرفت، پول گرفته، کجا پول گرفته. یک سرانجام پس از شمارش آرا، احمد جواد عثمانی با 145 رای تایید وزیر صحت عامه، محب الله سمیم با 209 رای تایید وزیر امور سرحدات و قبایل و کریمه حامد فاریابی با 136 رای تایید همچون وزیر اقتصاد تایید شدند. اما اجمل احمدی با 72 رای، رنگینه حمیدی با 114 رای و مجیب الرحمن کریمی با 118 رای نتوانستند از 242 عضو حاضر در مجلس 122 رای پیروزی را به دست آورند. جلالت نواب محترم رئیس جمهور اسلامی افغانستان، تقاضا دارم برای بقیه اعضای کابینه افراد واجد شرایط را به اصلی وقت معرفی نمایند. اما هنوز هم مجلس نمایندگان درباره چگونگی تایید و یا رد حسینه صافی به وزارت امور زنان تصمیم نهایی را نگرفته است. ما و شما در افغانستان در اصل دموکراسی زندگی میکنین. او خواهر حق زو است، یک رای است. اگر سر خواهر ما رای گیری بشه، سر آقای زهیر هم باید رای گیری شده، در غیر از او ما از حق خود تر نستیم. بر بنیاد توافق سیاسی ایجاد حکومت جدید، 4 تنی که نتوانستند رای تایید مجلس را به دست بیاورند، ظاهرا سهم رئیس جمهور در توافقنامه سیاسی با عبدالله عبدالله اند. مادر عبدالرؤوف، کودکی که بیش از یک ماه پیش در مزار شریف ربوده شده، بیمار شده و توان سخن گفتن ندارد. در همین حال خواهر عبدالرؤوف میگوید که آدم ربایان هنگام ربودن او لباس نظامی به تن داشتند و او را لتکوب نیست کردند. اعضای خانواده عبدالرؤوف با انتقاد از نهادهای امنیتی و کشفی میپرسند که چرا تا کنون او از چنگ ربایندگان نجات نیافته. ادامه خبرها. پس از ترور مهمترین دانشمند هسته ایران، تنش‌ها میان تهران و ریاض اوج گرفتند. در حالی که
وزیر خارجه ایران از دست داشتن ریاض در ترور محسن فخری زاده سخن میزند، اما مشاور امور خارجه دولت عربستان با رد این اتهام گفته که تهران میکوشد ریاض را در قبال تمامی رویدادهای منفی در ایران مقصر جلو دهد. پس از آن که وزیر خارجه ایران در اینستاگرام نوشت که دیدار اخیر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل زمینه ترور فخری زاده را فراهم کرد، اکنون عادل جبیر وزیر مشاور در امور خارجه دولت عربستان این اتهام را بی‌بنیاد می‌داند. ایران همونطوری که گفته شده و سیاست قطعی ما هم هست، پاسخ خودش رو به عاملین و آمرین، به هر دو خواهد داد، متناسب، مستقل و انشاءالله با حد اکثر درد برای اونهایی که این کار رو انجام دادن. در همین حال اعضای مجلس ایران در واکنش به ترور محسن فخری زاده در تالار این مجلس شعارهای مرگ بر اسرائیل و ایالات متحده سر دادند. از سوی دیگر لایحه‌ای که حکومت ایران را ناگزیر به افزایش غنی‌سازی یورانیم مورد نیاز به ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای می‌سازد در مجلس این کشور تایید گردید. چه سانتریفیوژا که امروز امکان داره ما هم سانتریفیوژای قدیم هم سانتریفیوژای جدید رو نصب بکنیم و کاهش ذخایر که در حال حاضر چیزی در حدود 3800 کیلو ما مواد داریم که حالا قبلا 11 تن داشتیم، یعنی حدود 4 تن تا 11 تن که تفاوت آنچنانی نداره. هرچند امیدواری ها به کاهش تنش ها میان واشنگتن و تهران بر سر برنامه هستی این کشور با پیروزی جو بایدن در انتخابات امریکا بیشتر شدند، اما پس از آن که محسن فخری زاده دانشمند هسته ایران به روز جمعه در تهران ترور گردید، ظاهرا احتمال حل این تنش ها در آینده نزدیک کمتر است. چند گزارش کوتاه از جهان. بریتانیا به عنوان نخستین کشور در جهان استفاده از واکسن ضد ویروس کرونا را در این کشور آغاز می کند. حکومت بریتانیا امروز اعلام کرد که واکسن تولید شده شرکت آمریکایی فایزر را برای استفاده همگان در این کشور سر از هفته آینده تایید کرده است. بریتانیا 40 میلیون دوز از این واکسن را سفارش داده که برای واکسن کردن 20 میلیون تن کافی است. سازمان ملل متحد میگوید که 100 هزار پناهجو در ایتوپیا با بحران کمبود غذا روبرواند. این سازمان اعلام کرده است که ذخیره غذایی حدود 100 هزار پناهجویی که از اریتریا به اردوگاه‌های منطقه تیگرای در شمال ایتوپیا گریختند به پایان رسیده است. عملیات نظامی ارتش فدرال ایتوپیا برای برکناری حزب حاکم بر ایالت تیگرای در شمال این کشور سبب بحران بشری در این کشور شده است. و این همچند خبر اقتصادی. بانک جهانی روند پرداخت 200 میلیون دلار کمکش را به افغانستان متوقف ساخت. رئیس بانک جهانی در افغانستان در نامه بر رئیس جمهور غنی علت پرداخت نشدن 180 میلیون دلار این بسته کمکی را فراهم نشدن آمار و اطلاعات در پیوند با اقتصاد کل از سوی بانک مرکزی گفته. در این نامه علت پرداخت نشدن 20 میلیون دلار دیگر تعدیلات اخیر در قانون مشارکت عامه و خصوصی گفته شده که بر بنیاد آن مدیریت پروژه های مشترک عامه و خصوصی به اداره امور ریاست جمهوری سپرده شده. حیدر شاه امید گزارش می دهد. در روز 23 ماه نوامبر هنگامی که حکومت افغانستان سرگرم گردآوری کمک‌های تازه جامعه جهانی در ژنو بود، بانک جهانی در همان روز نامه به رئیس جمهور فرستاده است و پرداخت 200 میلیون دلار کمک این نهاد را متوقف کرده است. یک سلسله سوی تفاهمات در قسمت ارائه ارقام از طرف بانک مرکزی و بانک جهانی به میان آمده. در این نامه که نسخه آن به طول نیوز نیز رسیده است، علت توقف پرداخت 180 میلیون دلار به افغانستان به پاسخ ماندن چندین درخواست بانک جهانی از سوی بانک مرکزی افغانستان درباره آمار لازم برای طی مراحل کمک ها گفته شده است. این نشان دهنده ضعف و بی‌کفایتی مدیریت بانک مرکزی را نشان می دهد و می تواند در آینده بالای روابط بانک مرکزی با بانک جهانی
اثر منفی داشته باشد. یک تعداد افراد بسیار ناکارار آوردن در رأس با آنکه حتی به زبانهای ملی بلدیت ندارند. افزون بر توقف پرداخت 180 میلیون دلار تا هنگام شریک شدن اطلاعات بانکی، بانک جهانی پرداخت 20 میلیون دلار دیگر را پس از آن توقف داده است که به نامه نخستین بانک در اعتراض به تعدیلات در قانون مشارکت عامه و خصوصی و انتقال مدیریت پروژه های این بخش به واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور پاسخ داده نشده است. بدون شک هیچ کسی علاقمند نیست که در این طور یک حالت و در این طور یک وضعیت که سردرگمی هست کس سرمایه گذاری بکنه. وزارت مالیه میگوید که تا هفته آینده این مشکلات حل خواهند شد. ریاست جمهوری و بانک مرکزی در این باره چیزی نمیگویند. در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کابل امروز دو دیدار برگزار شدند. در دیدار نخست تیم فوتسال ظاهر اسد با حساب پرگل 10-1 تیم اطمینان را در هم کوبید و در دیدار دوم وی آی پی با حساب 5-1 شهید نسیم را از پیشی رو برداشت. رقابت‌های لیگ فوتبال بی و سی امروز در ولایت لوگر آغاز شدند. این رقابت‌ها میان 32 تیم از مرکز و ولسوالی‌های لوگر برای 30 روز ادامه خواهند داشت. در نخستین دیدار امروز تیم فوتبال عقابان کلنگار و آریانای برکی برک با مسافه هم رفتند که تیم عقابان کلنگار با حساب 3-2 تیم آریانای برکی برک را شکست داد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها ارتقای ظرفیت فوتبالران ولایت سمنگان گفته شده است. قرار است یک ورزشگاه برای بازی‌های فوتبال، والیبال و بسکتبال به هزینه 3.5 میلیون افغانی در ولایت سمنگان ساخته شود. سنگ تهداب این ورزشگاه امروز در ولسوالی حضرت سلطان این ولایت گذاشته شد. قرار است تا 6 ماه دیگر کار ساخت این ورزشگاه تکمیل گردد. و چگونگی هوای فردای پایتخت و چند شهر دیگر کشور؟ کابل فردا آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 17 و پایین‌ترین آن 0. پکتیا فردا آفتابی، بلندترین درجه گرما 12 و پایین‌ترین آن -2. بلخ فردا نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 11 و پایین‌ترین آن 5. ننگرهار فردا نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 28 و پایین‌ترین آن 8. کندهار فردا آفتابی، بلندترین درجه گرما 22 و پایین‌ترین آن 5. هرات فردا نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 13 و پایین‌ترین آن 3. و کندز فردا نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 13 و پایین‌ترین آن 5. اکنون برنامه های ترو نیوز به گونه زنده در وبسایت دریا نقطه نت و اپ دریا نیوز قابل دسترس هستند. وقت بخیر.